بینندگان تلویزیون کانال یک و همچنین برنامه رمز پیروزی، به همه شما عزیزان سلام میکنم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید، به ویژه همیانان عزیزمون در ایران، خوب و شاد و تندرست باشید. همونطور که میدونید این برنامه در طی بیش از 7 ماه گذشته با دعوت از صاحب نظران و شخصیت‌های سیاسی و سخنگویان گروه‌های مختلف کوشش کرده است تا در رابطه با موضوع معضل پراکندگی گروه‌های اپوزیسیون با اونها گفتگو بکنه و نظرات هر کدوم از این عزیزان رو بخواهد. در برنامه امروز یکی دیگر از شخصیت‌های سیاسی کشورمون، جناب آقای احمد اسکندری رو دعوت کردیم. احمد اسکندری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. اجازه بدید با همین مقدمه کوتاه خدمت جناب اسکندری سلام عرض بکنم و از اینکه دعوت من رو برای این گفتگو پذیرفتن ازتون سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان گرامی و سپاس از اینکه بنده رو به این برنامه دعوت کردید. جناب اسکندری عزیز، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، یکی از معضلات اساسی اپوزیسیون ما و حتی فعالیت هایی که در ایران صورت میگیره، اعتراضاتی که در حال انجام و بیش از یک سال که همونطور که میدونید در ایران آغاز شده، به نوعی نداشتن ارتباط با هم و ناهماهنگ بودن و پراکندگی اونهاست. اما ابتدا من در این برنامه در خصوص مسئله پراکندگی بین نیروهای اپوزیسیون از مهمانانم دعوت میکنم، چون که فکر میکنم که اگر این مسئله حل بشه تا حد زیادی هم در رابطه با پراکندگی اعتراضات همیانانمون در داخل ایران هم شاید به نتایجی برسیم. بنابراین پرسش اول من از شما اینه که علت این پراکندگی رو در بین نیروهای اپوزیسیون در چه چیزی میبینید یا در چه چیزهایی؟ خواهش میکنم بفرم. به نظر من اول اینو بگم که کمتر کشوری رو میشه پیدا کرد در دنیا که به اندازه ایران طیف اینچنین وسیعی از انسانهای سیاسی و کاردان و متخصص در زمینه‌های مختلف و در خارج از حیطه قدرت داشته باشه. و من فکر میکنم اگر تحولی رخ بده و اگر این امکان، حالا اگه تصویر سینماییش رو فرض بکنیم، این امکان پیش بیاد که ایرانیایی که در خارج از کشور هستن بتونن قدرت رو در ایران در دست بگیرن، علل قاعده و به لحاظ تکنیکی میشه خیلی زود کارا رو روبرا کرد برای همه پست ها آدم های مناسبی پیدا میشه. و خب البته احزاب و سازمان های سیاسی خیلی زیادی هم هستن. یه دلیل این که اینا به همدیگه نزدیک نشدن دلایل سیاسی، ایدئولوژیکی و تحلیل های مشخصی که در رابطه با اوضاع کنونی ایران و در مقابل در برابر این برنامه هایی که برای آینده ایران دارن به این برمیگرده، یه بخشش هم به نظر من به تحولات داخل ایران برمیگرده. اگر تجربه کشورهای دیگه، به خصوص نزدیکترین کشور به ما عراق هست، اگه تجربه کشور عراق قبل از سقوط صدام حسین رو در نظر بگیریم، این مسئله تشتت در درون اپوزیسیون اونجا هم خیلی برجسته بود. منتها هرچی نزدیکتر می شدیم به احتمال سقوط رژیم در بغداد، احتمال نزدیک شدن هم بیشتر می شد بین احزاب سیاسی. من فکر میکنم این طبیعی هست. در کشورهای خیلی دموکراتیک اروپایی، اونا هم احزاب و سازمانهای مختلف زمانی که از تاریخ انتخابات دور هستن، توقعات و انتظاراتی که از همدیگه دارن و خواستایی که از همدیگه دارن اکثریتیه، ولی به محض اینکه، یعنی حد اکثریه، به محض اینکه دیگه فعالیت انتخاباتی شروع میشه و دیگه میدونن جدی مسئله به درس گرفتن قدرت، به موارد مشترک نزدیکتر میشن. من فکر میکنم تحولاتی که دی ماه پارسال اتفاق افتاد، این اگر ادامه پیدا میکرد میتونست این به عنوان یه نمونه کمک زیادی بکنه به اپوزیسیون به این که هرچی بیشتر به همدیگه نزدیک بشن.
ولی با وجود همه اینها هم همین الان ائتلافات متعددی صورت گرفته و همین الان هم زمینه هست شمایی به برنامه های چه احزاب و سازمان ها و چه ائتلاف های مختلفی که چه از سمت راست چپ و میانه که درست شده موارد مشترک زیادی رو شما میتونید اینجا پیدا بکنین و به نظر من هنر یک جریان سیاسی، هنر یک رهبر سیاسی اگه فرد رو در نظر بگیریم و یا یک رهبری سیاسی اگر یک یا دو سه حزب رو در نظر بگیریم در اینه که این وجوه مشترک رو پیدا بکنه و تلاش بکنه برای دعوت دیگران، نزدیکتر شدن به دیگران و به دست گرفتن ابتکار و حذف نکردن هیچ کس در مرحله اول و اون حتی اینی که با کسایی که تصورش هم نمیشه شاید کرد با اونا هم تماس بگیره اگر هدف این باشه که این رژیمی که الان هست سرنگون بشه و خب برای سرنگونی این رژیم احتیاج به همه نیروها هست و همه نیروها وقتی وارد میشن که هر کدوم مطمئن باشن که بخشی از خواسته هاشون در این برنامه مشترک در این پلتفرم مشترک وجود داره. شما دیگه مسائل خیلی زیاده از مسئله زنان گرفته تا مسئله محیط زیست، کارگران، حل مسئله ملی در ایران، مسائل دموکراتیک و الی آخر به نظر من زمینه و پلتفرم مناسب وجود داره. بعضی فداکاری ها لازمه و بعضی ابتکارات و خب اقداماتی هم که برخن میتونه جسورانه هم باشه. جسورانه از این نظر میگم که یه حزب سیاسی با یه حزبی که الزاماً هم خیلی بهش نزدیک نیست ارتباط بگیره و مذاکره رو شروع کنه. جناب اسکندری، شما اشاره کردید به اقدامات گوناگونی که در طیف‌های مختلف اپوزیسیون در طی همین چند ماه گذشته یا یک سال گذشته صورت گرفته و نزدیکی های یا بلوک بندی های شکل گرفته، اما در این حال اشاره کردید که این اقدامات باید به صورت گسترده تری پیش بره و بر اساس یک اصول معینی همین بلوک های در حال حاضر، حالا چه گروه های جمهوری خواه، چه مشروط خواه، چه گروه های اتنیکی، بتونن بر اساس اون اصول با همدیگر همکاری های نزدیکتر و جدیتری رو داشته باشن. به نظر شما این اصولی که از لحاظ سیاسی میتونه به نوعی چسب اتصال این بلوک های مختلف باشه، این اصول کدومه که در چارچوب اونها به نوعی توافقاتی بتونه شکل بگیره برای همکاری جدیتر و بیشتر؟ خب اصل مسئله اینه که در این اصول در همونطور که عرض کردم اگر نه در 100% منتها در بیش از 90% برنامه این احزاب وجود داره. یکی مسئله سکولاریسم، جدایی دین از دولت هست. یکی مسئله خیلی مهمی که بیشتر تحلیلگران منطقه بر این باورن که جنبش زنان در ایران جنبش بسیار قوی هست و بدون توجه به خواسته های زنان و بدون اقدام برای رفع ستم جنسیتی در ایران نمیشه کار جدی به پیش برد، مسئله حق برابر برای زنان. بعد مسئله جواب دادن به خواستهای اقتصادی مردم که نمونهش رو زیاد دیدیم، حقوق کارگران، بازنشستگان و با اخشار دیگه مردم به لحاظ اقتصادی، مسئله ملیت‌های ساکن ایران و اونجاهایی که ستم ملی روا داشته میشه، جواب به این معضل و اینکه این مسئله یک حزب معین یا یک ائتلاف معین اینو چطوری به پیش میبره، مسئله محیط زیست که هرچی ما جلوتر میریم اهمیت بسیار بیشتری پیدا میکنه و آزادی‌های دموکراتیک، اینا بخشای عمده میشه گفت بخشای عمده ای هستن که میشه روی اینا به توافق رسید و البته توافق جدایی سه بخش مهم یک حکومت به اصطلاح تفکیک قوا، قوای مجریه و مقننه و قوای مقننه و مجریه و قوای قضاییه، همه اینا و باور داشتن به یه سیستم پارلمانی و رأی مردم
و ارائه مراجعه به آرای مردم و البته اینا همش در گفتنش آسونه، بحث کردنش آسونه، منتها به نظر من هر ائتلافی و هر جریانی که در این مرحله در این خصوص بخواد جلو بره باید راهکارهای مشخصی رو پیش پا بگذاره، برای اینکه اون رأی دهندگانی که به این برنامه رأی میدن در مقاطع مختلف بتونن اونا رو به چالش بکشن و ازشون بخوان که آیا چرا این و اون یا فلان بند برنامه یا طرحشون رو پیش نبردن. بله جناب اسکندر، من دوباره به این بحث برمیگردم، اما با توجه به تجربه و سوابق سیاسی شما در گذشته سوالی رو میخوام باهاتون در میون بگذارم و اون اینه که در اوائل انقلاب اسلامی، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شما در هیئت نمایندگی مردم کردستان ایران بودید و برای طرح مسائل و مشکلاتی که در اون زمان وجود داشت با هیئت نمایندگی دولت موقت مذاکراتی رو داشتید. خواستم ازتون بپرسم در این تجربه تاریخی که شما هم در آنجا شرکت داشتید چه چیزهایی یادتونه و چه چیزهایی اصولاً در اون مذاکره رسمی صورت گرفت و چه نتیجه‌ای رو به بار آورد؟ ببینید من بدبن اینو بگم که من کلمه انقلاب اسلامی رو دوست ندارم. به نظر من این انقلابی که در ایران اتفاق افتاد یه انقلاب اسلامی نبود و به خصوص من که به طور تصادفی اینطور شد که درست روز قیام تهران بودم و هفته نه روز آخری که رژیم شاه باقی بود من تهران بودم و درست روز 22 بهمن، یعنی غروب 22 بهمن، سوار اتوبوس شدم و برگشتم به کردستان به شهر خود مسقط و در جریان تظاهرات های اون روزهای دوروبر دانشگاه تهران و خیابون های بزرگ تهران بودم. چیزی که توجه من خیلی جلب کرد در اون روزها تفاوت چهره انقلاب و این جنبش بود در کردستان و در خارج از کردستان، برای اینکه من تظاهرات ها رو در شهرهای مختلف کردستان دیده بودم. چیزی که ما هیچ وقت شعارشون ندادیم این استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود. کلمه جمهوری اسلامی حتی یک بار همونجا تکرار نشد و ما اینو تقاضا نکردیم. وقتی که رژیم سقوط کرد اولین هیئتی که اومد در همون بهمن ماه، اواخر بهمن، 28 بهمن، یه هیئتی به ریاست آقای فروهر اومد به کردستان، اومدن به مهاباد و با عمدتاً با جناب شیخ عزالدین حسینی و بعد با رهبران دیگه احزاب که اون وقتا هنوز حزبی پیدا نبود به طور رسمی، از جمله زندهات دکتر قاسملو و فؤاد مصطفی سلطانی و بعضی از احزاب دیگه، نشستن و یک خواستهایی رو مطرح کردن که به عنوان قطعنامه 8 ماده اینا ارائه دادن و امید این بود که این به انجام برسه. این به انجام نرسید. بعد در نوروز همون سال که ما بهش میگیم نوروز خونی نسننده است، حمله کردن و اون هیئت بالای جمهوری اسلامی از جمله آقایان رفسنجانی و بهشتی و همه اینا اومدن سنندش و یه مذاکرات دیگه دوباره اونجا هم شد، نتیجه نداد. شیخ عزالدین حسینی با یه هیئت از علمای کردستان رفتن به قم و به شخص خمینی صحبت کردن. بعد از اون یه هیئت حزب دموکرات به ریاست دکتر قاسملو رفتن و درست روز 11 فروردین، یعنی یه روز قبل از رفراندوم، اونجا بودن و اونم نتیجه نداد. همه این تلاشا برای این بود که در قانون اساسی آینده ایران که هنوز اسمش رو نمیدونستیم چه جمهوری است، حقوق مردم کردستان به رسمیت شناخته بشه. سرانجام کار به جایی رسید که در 28 مرداد سال 58 خمینی فرمان جهاد صادر کرد و در نتیجه جنگ مسلحانه تحمیل شد به مردم و ما تا کوههای مرز بین ایران و عراق عقب نشینی کردیم. در اونجا بود که نخستین تماس ها برقرار شد و نخستین نمایندگان از طریق خبرنگارانی از روزنامه های مختلفی که در تهران میومد اونا اومدن با منطقه تماس گرفتن، چه با شیخ عزالدین، چه با حزب دموکرات و البته با کومله و با سازمان چریکای فدای خلق شاخه کردستان.
سرانجام اولین مذاکرات شروع شد و من در یکی دو تا از این مذاکرات که بودم در مرکز که آقایان صحابی، سباقیان، آقای فروهر رئیس هیئت بودن و یکی دو فرمانده نظامی ارتش هم اونجا بودن در روستای ببران سردشت و نخستین خواسته ها رو مجددن، این میشه خواسته سوم بعد از مهاباد و سنندج، اینا رو تسلیم این هیئت کردیم و بهشون دادیم. نتیجه این تسلیم این مسئله و شکست نظامی که پیش اومد این شد که خمینی 26 آبان یه پیامی فرستاد از جهاد، فرمان جهادش رسید به پیام به خواهران و برادران کرد و گفت با هم بشینیم و صحبت بکنیم و این برای این صحبت لازم بود یه هیئت نمایندگی مشترک تشکیل بشه و بعد از تلاش بسیار زیاد هیئت نمایندگی خلق کرد تشکیل شد. ریاست شیخ عزالدین بود، سخنگوش حزب دموکرات بود که خب البته دکتر قاسملو که رهبر حزب بودن ایشون این نقش رو داشتن، کومله و سازمان چریکای شاخه کردستان عضو شدن. این هیئت رسما مذاکرات خودش رو دیگه شروع کرد، منتها هیئت رسمی که به خاطر دیدار با این هیئت در اومد به مهاباد چون آتش بس برقرار شده بود بیشتر از 35 دقیقه نتونست این جلسه رو ادامه بده و دیگه جلسه به جلسات کناری تبدیل شد و متاسفانه به جایی نرسید. منتها این هیئت نمایندگی خلق کرد که تشکیل شده بود اولا جانب بود برای ارائه خواستهای مشترک به نمایندگان دولت مرکزی و در ثانی بر سر یک طرح شامل 26 ماده‌ای توافق کردن و این طرح رو به نمایندگان دولت دادن. و اتفاقا چیز جالبی که من در خاطرم هست اینه که انتخابات ریاست، اولین ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نزدیک شده بود، مسعود رجوی خودش رو کاندید کرده بود و اینا به ما پیغام دادن، مجاهدین گفتن که ما میخواییم شما از کاندیداتوری مسعود رجوی حمایت بکنین. هیئت نمایندگی هم پیغام داد که خیلی خوب ما حمایت میکنیم به شرط اینکه شما این طرح 26 ماده‌ای رو قبول بکنین، که اونا این کار کردن البته با یه فرمول دیپلماتیک گفتن که با روح کلی، این جمله این بود، با روح کلی این طرح 26 ماده‌ای هیئت نمایندگی خلق کرد موافقیم و میشه این یه زمینه باشه. این خیلی خلاصه و سریع اینجوری بود مسئله که متاسفانه البته بعد به بنبست رسید و طول نکشید که در فروردین، اواخرین روزهای فروردین سال 59 دیگه جنگ رو در همه سطح شروع کردن. و در یه نشریه هست در ایران به اسم چشمنداز ایران، این نشریه چشمنداز ایران اگه اشتباه نکنم سال بعد از برحال 2 خرداد بود، یه مذاکره مصاحبه هایی کردن با این اشخاصی که اون سالها می اومدن کردستان و صحبت می کردن. نتیجه صحبت همه اونا این بود که ما می خواستیم وقت تلف بکنیم و زمینه رو برای حمله بعدی فراهم بکنیم. از جمله مثلا آقای صحابی در مصاحبه اونجا، من این مقاله خیلی مفصل در این مورد نوشتم و نقل قول مستقیم کردن، او میگه که مگه ممکنه ما این چیزایی که این کردها میخوان بهشون بدیم امکان نداشت و ما فقط به ما از قم فرمان داده بودن که ما برای اتلاف وقت و اینکه اونا رو خلاصه یک کاری بکنیم که آرامشی باشه تا خودمون حاضر میکنیم برای حمله بعدی. متاسفانه اینطور شد. جناب اسکندری، به نظرم نکات بسیار پر اهمیتی رو در رابطه با تجربه مذاکرات بین هیئت کردستان با دولت موقتی که به هر حال بعد از انقلاب به کار اومده بود بیان کردید که من فکر میکنم که میشه دربارش ساعتها صحبت کرد، اما اجازه بدید که با دو اشاره به دو نکته که در فرمایشات شما بود من به طرح سوال بعدی بپردازم. یکم این که شما تجربه عراق رو فرمودید با پیشرفت به اصطلاح بحران حکومت صدام حسین به مرور مسئله ائتلاف و همکاری بین نیروهای اپوزیسیون صدام شکل گرفت، اما در این حال شما ناظر بر انقلاب ایران هم بودید، همونطور که خودتون اشاره کردید در روزهای انقلاب در تهران بودید، به
به کردستان برمیگردید، به شهر محل سکونتتون سقز، و بعد اشاره میکنید که در کردستان شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی نبود. این بدین معناست که در تهران بود به عنوان بزرگترین شهر ایران در اون زمان، و معناش اینه که من وارد این بحث نمیخوام بشم، معناش اینه که اون کسانی که در صف تظاهرات های بزرگ در تهران بودند، چه مردم عزیز ما در شهر تهران و همچنین در شهرهای دیگه، شما برای به دلیل اینکه تسلط و آگاهیتون نسبت به استان کردستان بیشتره، به حال به درستی هم اشاره میکنید ما این شعار رو نمیدادیم در کردستان، ولی در سراسر ایران این شعار داده میشد و طبیعی است که علاوه بر مردم، اون بخش از روشنفکران ما در اون انقلاب ها شرکت داشتن، یا طبقه متوسط ایران به عنوان تحصیل کردگان و به نوعی به اصطلاح کسانی که آگاهی نسبی نسبت به مسائل سیاسی دارن، و این شعار مسلط بود. بنابراین من خواستم این رو بدونین که بخوام با شما وارد بحث پولمیکی بشم، این بود که فرمودید انقلاب اسلامی نبود، من میخواستم با اشاره به این واقعه تاریخی بگم که متاسفانه بود. درسته که من و شما چنین انقلابی رو نمیخواستیم، ولی شرایط دست به دست هم داد و موجی ایجاد شد از طرف رهبر این انقلاب آیت الله خمینی، که دیگران هم حالا یا به ناچار یا بر اساس نداشتن آگاهی کافی دنبال این شعار رفتن. اما نکته دومی که در فرمایشات شما بود این بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، میبخشید من تاکید میکنم، باز مذاکراتی صورت میگیره بین نمایندگان مردم کردستان با دولت موقت مرکزی که سرانجام نداره و به نتیجه نمیرسه و منجر به جنگ میشه. یک دلیل اصلی شاید این باشه که به دلیل اینکه در اون دوران، یعنی پیش از پیروزی این انقلاب، نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی ما سهمی در به اصطلاح پیشبرد اهداف اون انقلاب نداشتن. رهبری اون به دست یک فرد روحانی بوده، شعارهای مذهبی سیاسی بوده، و در نتیجه اون تونست بر اساس وضعیتی که در کشور ما وجود داشت سازماندهی این انقلاب رو به کمک طرفداران خودش به دست بگیره، و در نتیجه حاصلش اون چیزی بود که در طی این 40 سال شاهد هستیم. من میخوام حالا به اون سوال قبلیم برگردم که آقای اسکندری عزیز، اکنون که پیش از این که اتفاقی در ایران بیفته، پیش از این که به اصطلاح نیروی نامشخص و نامعلوم دیگری بر اساس این پراکندگی اپوزیسیون رهبری انقلاب بعدی رو، که این روزها لفظ انقلاب هم ظاهرا لفظ ممنوعه ای شده، چون که تعریف از انقلاب هم یک تعریف به هر حال عجیب و غریبی است در نزد برخی از ایرانیان، که گویا انقلاب با خشونت و خونریزی رو به رو خواهد بود، و به همین خاطر هم هست که بعضی از روشنفکران ما هم اجتناب میکنن از استفاده از لفظ انقلاب. برحال من نمیخوام به این نکته بپردازم، میخوام این رو بگم، با تجربه سال 57 آیا به نظر شما درست نیست تا پیش از هر اتفاق جدی در کشور ما که منجر به فروپاشی نظام بشه، گرایشات سیاسی و نمایندگان فکری گروه های مختلف اجتماعی در کشور ما با هم وارد یک اتحاد، یک ائتلاف، یک همکاری برای تشکیل یک جبهه مشترک بشن، که دیگه مانند گذشته و تجربه تلخ سال 57 به ناگهان گروه معینی تمام اختیارات و قدرت رو در دست نگیره و باز هم همان مصیبتی رو بر سر مردمان ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان و سراسر ایران. شما جناب عالی میدونید که در خود تهران بیشترین کشتار رو از ناراضیان، دانشجویان، دانش آموزان، کسانی که از فردای انقلاب در خیابان‌های تهران با پخش اعلامیه‌ها و نشریات علیه این حکومت فعالیت میکردن و قتل عام شدن توسط این حکومت. اگر پیش از این حکومتی با ائتلاف همگان صورت میگرفت و ساختاری به وجود میومد که در این ساختار کسی رو به قول شما نتونه حذف بکنه، آیا بهتر نیست که اکنون از همین الان پیشبینی این اتفاقات احتمالی رو بکنیم و راه حلی پیدا بکنیم؟ که برگردم به اون بحثم، سوالم البته میبخشید طولانی شد این توضیحات، که چگونه الان ما میتونیم بر اساس چه اصولی، منظورم جناب اسکندری اینه که
اصولی که یک ساختار حکومتی معینی رو به وجود بیاره که دیگه خلق کرد ناچار نشه بره از یک مرکزیتی نمایندگانش مطالبه خواستهایی رو بکنن. از همون ابتدا مشخص بشه که چه کار بکنیم که همه مردمان ایران با هر فرهنگی، با هر زبانی، با هر مذهبی و در هر طبقه اجتماعی حداقل‌های خواستهای خودشون رو بتونن داشته باشن. امیدوارم این شرح مفصل من سایر اون سوالی که ازتون کردم ننداخته باشه. ببین به نظر من اولا لازم هست بدون اینکه وارد یک نوع ائتلاف و عمل مشترک بشیم، یعنی همه، حالا میگیم من خودم به این جریان تعلق ندارم، منتها همه جریاناتی که دستی بر آتش دارن، و اینم بگم که این که من در یه جزء حزب نیستم به هیچ وجه معنای نفی کار حزبی و تشکیلاتی نیست، برای اینکه در هیچ کجای دنیا نمیشه هیچ که رژیمی رو ساقط کرد، عوض کرد بدون وجود تشکل‌های منظمی که سازماندهی دارن و میتونن این سازماندهی رو در سطح جامعه بعدن هم پیش ببرن. تمام مسئله بر اینه که شما الان در موقعیتی هستین که برای اینکه بتونین مردم ایران رو جلب بکنین، برای اینکه این اقشار مختلف رو جلب بکنین، از همین حالا باید به اینا بگین که شما چی بهشون میدین. شما باید به زنان ایران بگین که ما بهتریم از این جمهوری اسلامی که الان سر کار هست، برای اینکه اگر ما اومدیم سر کار به زور حجاب رو به سر شما نمی کنیم. شما اجازه دارین در تمام فعالیت ها شرکت بکنین، شما اجازه دارین قاضی بشین، اجازه دارین در میدانهای ورزشی حضور پیدا بکنین الی آخر. اگر یه تشکلی یا یک پلتفرمی به ائتلافی با این روشنی در مورد خواست زنان در ایران جلو بیاد، حتما در اون روزی که لازم زنان به میدان میاد میان، برای اینکه میگه آها این اونیه که حق منو حفظ میکنه، این اونیه که حق منو به رسمیت میشناسه و من دیگه در اون کشوری، در اون جامعه‌ای که اینا برقرار میکنن، همون حقوقی رو خواهم داشت که مردا در جامعه ایران دارن. اینو شما تسری بدین به بخشای دیگه. من جای دیگه هم گفتم به نظر من ما مردها، حالا بنده و شما هر دو تا اون مرد هستیم، ما مردها یکم مشکل داریم برای اینکه ستم جنسیتی رو کاملا درک بکنیم، برای این به دلیل ساده‌ای که مرد هستی. من گفتم همطوری که باید زن بود تا به طور کامل درک کرد که ستم جنسیتی یعنی در عمل یعنی چه، به همین صورت هم در مورد ستم که بر گروه‌های قومی و اتنیکی، ستم ملی که در ایران انجام میشه، این ستم هم باید در موقعیت مثلا من یا یک عرب خوزستانی یا یک ترکمن در ترکمن صحرا، آذری، بلوچ قرار گرفت، برای اینکه این مسئله رو بتونیم به طور کامل تشخیص بدیم که مسئله از چه قراره. یه نمونه کوچک فقط براتون بگم، مسئله زبان. الان در این چند ماه اخیر تعدادی از روشنفکرایی که خیلی هم این تریبون‌های زیادی در اختیارشون دارن شروع کردن به انکار این که مثلا زبان کردی، مثلا زبان کردی وجود نداره، تنها یک زبان هست در ایران، زبان فارسی. با این نمیشه جلو رفت. وقتی که شما دارین یه برنامه‌ای رو الان ترتیب میدین و الان وارد یه ائتلافی جریان میشی، باید روشن این مسئله رو توضیح بدین. به این صورت شما میتونین گروه های اتنیکی رو وارد بکنین، شما با حل، با جواب دادن به خواستای اقتصادی کارگرا میتونین اونا رو به تظاهرات بکشونی، به میدون بکشونی، و اینا هم وقتی که این ائتلاف اومد جلو اونا هم میگن آها این همون جریانی که از حقوق ما، از حقوق سندیکایی ما، از حقوق اقتصادی ما دفاع میکنه. مسئله اینه که متاسفانه بعضی وقتا آقای اعتمادی، اشکال به نظر من از اینجا پیدا میشه که بعضی وقتا وقتی ما میبینیم تعداد زیادی سازمان ها دور هم جمع میشن و یه اطلاعی مشترک میدن برای کار مشترک، خواست خود این سازمان ها گم میشه توی این بیانیه مشترک. یعنی ما نمیدونیم که حزب الف
نسبت به حزب ب از چه خواستهای خودش صرف نظر کرده، کدوم بخشهایی از برنامه خودش رو فعلا کنار نگه داشته برای اینکه بتونه فصل مشترکی پیدا بکنه با حزب ب و جیم و دال و الی آخر. به نظر من اشکالی نداره همزمان که یک گروهی در یک ائتلاف شرکت کردن و برای برنامه که در اون ائتلاف مورد تصویب واقع شده کار میکنن، مبارزه میکنن و تبلیغ میکنن، هیچ اشکالی نداره در محافل دیگری اینا مواضع سیاسی خودشون هم بگن. مشکل اینه متاسفانه که بعضی جریانهای سیاسی بعضی از مواضع سیاسی خودشونو کنار میذارن یا به حتی در مواردی مخفی میکنن و وارد ائتلافی میشن. شما میرین به استقبال این ائتلاف، ائتلاف رو قبول میکنین، وقتی که قدرت در دست این ائتلاف میفته یا اونا دست بالا پیدا میکنن، یهو چیزایی رو میبینین که برای شما خیلی غیر منتظره بوده، که قرار نبود این اتفاق بیفته، قرار نبود در این مورد معین این موضع گیری بشه. من فکر میکنم عدم شفافیت، نبودن پلتفرم روشن، این شفافیت مسئله خیلی مهمی هستش. که مثلا شما راجع به فدرالیسم حرف میزنی، راجع به خودمختاری حرف میزنی، خیلی جاها من برخورد کردم. من سال 82 به عنوان نماینده شیخ عزالدین حسینی یه سفری اومده بودم به اروپا و با محافل زیادی به خصوص در پاریس اونجا باشون صحبت میکردم، درگیر بحثای زیادی بودم. تعداد زیادی بودن که میگفتن خودمختاری به معنای تجزیه ایرانه، جدا شدن از ایرانه. و الان یواش یواش یه عده حالا فدرالیسمش هم قبول کردن. میدونیم مسئله اینه که بعضی وقتها شما یختی مسئله رو مطرح میکنین، در حالا بگم که در مورد مسئله حتی زنان، در مورد کارگران، میگن شما با این حسابی که میکنین شما میخواین یه حکومت کمونیستی پیاده بکنین. ما نمیخوایم یه حکومت کمونیستی در ایران باشه، بنابراین کارگرا برین سر جای خودتون بشینین، ما قدرت در دست گرفتیم، انشالله وضع اقتصادی شما هم خوب بشه. و در مورد زنان و در مورد آزادی های دموکراتیک، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی بیان تا کجا، آزادی های کارهای هنری تا کجا، تا کجا یه هنرمند حق داره در سینما، در نقاشیش، در شعرش، در کارهای دیگه‌ای که میکنه، بعضی مرزها رو مثلا بعضی خط قرمزها رو براش نذارن که بگن این با نمیدونم فلان چیز کشور ما یا مردم ما یا روحیات یا مذهب جور در نمیاد. همین مسئله مذهبی، آزادی مذهبی باید یه جوری باشه که یک یهودی، یک بهایی، یک سنی، نمیدونم یک یزی، هر چی با هر عقیده داره، این بدونه که در این شرایط آزادی که در ایران برقرار میشه ما میتونیم از مذهب خودمون استفاده بکنیم. شاید بسیاری از شنونده های شما این مسئله رو ندونن که هنوز 40 سال بعد از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، هنوز در تهران پایتخت ایران اجازه تأسیس یک مسجد کوچک برای سنی ها رو نمیدن، هنوز اجازه ندادن و یه دیر رو گرفتن در مواردی به خاطر اینکه مثلا نماز جمعه رو در یه محلی برقرار کردن که گفتن آها این یواش یواش معنیش اینه که دارین مسجد درست میکنین. ببینین به مسئله به کجاها میره. بنابراین اگر تمام این اصولی که همش علال قاعده اینا اصول دموکراسی هستن که در بیانیه حقوق بشر و در عرض کردم بعضی وقتا در بیانیه ها و برنامه های احزاب سیاسی همش برجسته هست اومده، منتها وقتی که به مرحله عمل و به ساعت انجام اون نزدیکتر میشیم بعضی هاشون فراموش میشن. جناب اسکندری، شما تو صحبتاتون اشاره کردید شاید نزدیک به 40 سال پیش به نمایندگی از طرف زندیات شیخ عزالدین حسینی در پاریس با سایر نمایندگان گروه های مختلف اپوزیسیون در یک جلسه برای شرکت داشتید و در اونجا وقتی سم مسئله خودمختاری مطرح می شده اکثر اونها می گفتن که خودمختاری معنای خواست تجزیه طلبی رو به دنبال خودش داشته. امروز هم اشاره کردید که بحث مسئله فدرالیسم یا مسئله به اصطلاح حق تعیین سرنوشت هم
هنوز هم از سوی بخش های مختلفی از جریانات سیاسی چه چپ و چه راست این تلقی درش وجود داره که استفاده از یک چنین مفاهیمی، طرح یک چنین مسائلی ممکنه که انگیزه های جدای طلبانه درش داشته باشه. اشاره فرمودید به مسئله ستم ملی نسبت به برخی از بخش های مختلف کشور ما، نسبت به مردمانی که در مناطق گوناگون زندگی میکنن. میدونم وقت کمه و پرداختن به بحث فدرالیسم و خودمختاری اینها ممکنه که ما رو به نتیجه نرسونه، اما شاید از اینجا شروع کنیم که این ستم ملی که شما، البته یه موردش به مسئله زبان اشاره کردید که واقعیت یه زبان کردی یک زبان خاصی است و طبیعی است با سایر زبانهای دیگر در ایران متفاوته، اما خواستم ازتون خواهش بکنم به جز مسئله زبان در چه موارد دیگری کمبودهایی وجود داره که از نظر شما به عنوان ستم ملی تلقی میشه؟ ببینید یه اختلاطی در این بحث وقتی مسئله ملی اینا میشه پیش میاد و اون اینه که حقوق فردی با حقوق جمعی قاطی میشه. یعنی وقتی که مثلا اشاره میشه به بیانیه جهانی حقوق بشر، میگن خب در ایران همه میتونن اگر یه حزبی یا چند حزب بیان این بیانیه رو قبول بکنن، تمام آزادی های فردی که در این بیانیه هست مورد احترام اونا باشه و اگر حکومت دست اونا افتاد اینو پیاده بکنن، خب مسئله حله. برای اینکه خب آزادی هست دیگه، چی میخواین شما؟ منتها این آزادی های فردی هست. به طور واقعی باید قبول کرد در چارچوب ایران یک گروه هایی هم هست که یه حقوق گروهی دارن، این حقوق فردی نیست. یکیشون همطور که شما فرمودین مسئله زبان هستش. بنده خودم که الان با شما دارم فارسی صحبت میکنم و 12 سال تحصیلاتم در شهر خودم و 4 سالم دانشگاه خوندم در دانشگاه پهلوی شیراز درس خوندم، فارسی حالا اونجا انگلیسی بوده، من تحصیلاتم رو به زبان فارسی انجام دادم، ولی دوست دارم بگم که من 6.5 سالم بوده رفتم مدرسه، یک کلمه فارسی نمیدونستم و همه همکلاسیان هم مثل من بودم. یه معلمم هم همشهری خودمون اومده و اومده شروع کرده به زبان فارسی صحبت کردن با ما و از اونجا ما فارسی رو یاد گرفتیم، برای اینکه زبان کردی ممنوع بوده. زبان کردی بخش مهمی هست اولا، در ثانی اینی که اداره سرزمینی که به هر حال این سرزمین تاریخا کردستان بوده، الان اینو هیچ کسی نمیشه انکار کرد که اون چیزی که الان اسمش کردستان هست در جنگ چالدران، در اثر اون جنگی که بین امپراتوری عثمانی و امپراتوری ایران در گرفت، امپراتوری صفوی، این سرزمین تقسیم شده، یه بخشش افتاد زیر حکومت امپراتوری عثمانی و یه بخشش هم زیر کنترل ایران بود. بعد از این بخشی که در امپراتوری عثمانی بود بعد از جنگ جهانی اول و در جریان قرارداد مشهور سایکس-پیکو در سال 1916 قبل از پایان جنگ جهانی اول، این بخش به 3 قسمت تقسیم شده بین سوریه و بین عراق و بین ترکیه. خب مسئله اینه که این گروه هایی که، یعنی این جمعیتی که در این جغرافی های معین قرار میگیره، اینا بچه مشترک های زیادی دارن. منتها به نظر من تجربه روژاوا در کردستان سوریه به خوبی نشون داد که اینا با وجود اینکه تمام این مسئله رو میدونن و این حقوق رو میشناسن، میدونن که در حال حاضر اون چیزی که عملا امکانش هست اینه که در یک حالت همزیستی مسالمت آمیز با تمام گروه های اتنیکی، مذهبی و قومی که دیگه که در این منطقه هستن همزیستی داشته باشن. منتها این نافی اون نیست که اون منطقهی که در ایران اسمش کردستان هست امور داخلی خودش دست مردم کردستان باشه. ما در اون پیشنهاد 26 مادهی که عرض کردم یه ارگانی پیشبینی کرده اونجا که اسمش هست شورای عالی مردم کردستان. اونجا یه پارلمانی داره و این پارلمان بخشی هست در حقیقت از هیچ چیزی رو جدا نمیکنه. امور داخلی کردستان، امور حالا فرهنگیش، امور، چون مسئله تنها زبان نیست،
امور فرهنگی، امور اداری، امور اقتصادی و همه اینا توسط اهالی محل انجام بگیره. شاید شما تعجب بکنین که در تمام، من شهر خودم رو نمونه میارم، در تمام طول رژیم شاه و بعد از اون هم فرماندارها که میدونین در ایران فرمانداری، فرمانداری موقعیت ویژه‌ای داره و قدرت ویژه‌ای در فرمانداری ها داره، هیچ کدوم از اینا نه فقط محلی نبودن، کرد نبودن حتی. این لازم بوده فرماندار از یه جای دیگه ای وارد بشه و قوانین زیادی در کردستان اجرا شده، عملی شده که ربطی به فرهنگ و مذهب و خصوصیات و این چیزا در کردستان نداشته. بنابراین درخواستا مشخصه. حالا فرمودین که نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، جزئیات خیلی زیاده، برای اینکه عرض کردم طرحهای مختلفی پیشنهاد شده، منتها علاوه بر زبان، اون شکل اداری این منطقه که فقط استان کردستان را هم شامل نمیشه، البته برای اینکه بخشی از کردستان رو عمدن فکر کنم در زمان رضاشاه این انجام گرفت، استانبندی ها بخشی از استان کردستان با آذربایجان غربی یکی شده، در آذربایجان غربی هستش. مسئله اینه که شما اگر به نظر من کسی که در دغدغش آینده ایران، آینده سالمی برای ایرانه، یه آینده آباد و آزاد برای ایران باشه، باید با سعه صدر قبول بکنه که این حقوق رو به رسمیت بشناسه، برای اینکه اون مرکزیتی و اون کشوری که احترام میذاره برای این حقوق و اینا رو به رسمیت میشناسه، ممکن نیست مردمانی که در اینجا زندگی میکنن با اون مرکزیت احساس بیگانگی بکنن. جناب اسکندری عذر میخوام از حضورتون، ولی در دو دقیقه پایان وقت برنامه خواستم یه سوال ازتون بکنم. ضمن تأیید تمام نکاتی که شما اشاره کردید، مسئله مشکل زبان مادری، مسئله مدیریت و اداره بخش‌های مختلف ایران توسط مردمان خود همون منطقه، تا اونجایی که من اطلاع دارم بخش اعظم جریانات سیاسی مختلف در درون اپوزیسیون به تمام این نکات اعتقاد دارن که در فردای ایران مدیریت بخش‌های مختلف کشور ما توسط مردمان همون منطقه میتونه انجام بگیره و تقسیم بندی و مشخصات اختیارات یک حکومت مرکزی و اختیارات و وظایف حتی عنوان حکومت‌های منطقه‌ای هم مورد قبوله، با توجه به اون اصول اساسی که شما میدونید برای یک ملت و یک کشور باید در سطح بین المللی در نظر گرفت. سوال من از شما اینه، با توجه به اینکه در 40 سال گذشته تا کنون جنابالی به عنوان یکی از شخصیت‌های سیاسی کرد همواره در برابر سایر گروه‌های دیگه، شخصیت‌های سیاسی دیگر با طرح مسئله خودمختاری و فدرالیسم دچار مشکل می‌شدید و شدید و هنوز هم این مشکل وجود داره برای همکاری و اتحاد، آیا موافق هستید با طرح این معضلات و این مشکلات و پاسخگویی مثبت برای رفع این کمبودها و اشکالات از استفاده از مفاهیمی چون فدرالیسم و مسئله خودمختاری چشم‌پوشی کرد، اما تمام این مطالبات مورد تایید و توافق یک هیئت نمایندگی از طرف همه جریانات سیاسی که به نوعی از لحاظ فکری نمایندگی گروه‌های مختلف مردم کشور ما رو دارن بتونیم به نتیجه برسیم؟ خواهش میکنم در یک دقیقه فقط. باشه چشم. مسئله اینه که ما از خیلی ترس برمون داشته آقای اعتمادی، حقیقتش، برای اینکه قولهای زیادی به ما داده شد. من در این یک دقیقه دو خاطره براتون تعریف بکنم. ما در گرماگرم قیام یکی از دست شهر ما تلگراف برای نوفل شاتو فرستاد برای خمینی، گفتن قربان شما که برگردین خودمختاری میدین با کردستان، برای اینکه عده میگن شما نمیدین. اونم جوابش این بود که در اسلام همه برابرن. من خودم سال 82 سه جلسه مذاکره مفصل با آقای رجوی داشتم در پاریس. در یکی از جلسات دو نفری هم بودیم، من نماینده شیخ عزالدین بودم، بهشون گفتم در بین صحبتها، گفتم به نظر من اگر مردم، حقوق مردم کردستان به رسمیت شناخته نشه، هیچ حکومتی نمیتونه در آرامش در تهران زندگی بکنه.
یهو برافشفته شد و گفتش که شما تهدید میکنین. گفتم نه تهدید نمیکنم. این جمله رو ادامه میدم. اگه حقوق کارگرها به رسمیت شناخته نشه، حقوق زنان به رسمیت شناخته نشه، حقوق دموکراتیک دیگه مردم به رسمیت شناخته نشه، هر حکومتی در تهران، هر دولتی دچار مشکل میشه. مسئله ما اینه آقای اعتمادی، که متاسفانه نمیشه اعتماد کرد به احزابی که سازمانهایی که الان میگن فعلا نگین، انشالله بعدن درست میشه، برای اینکه بعدن ما نتیجه خیلی منفی گرفتیم. خواهش میکنم آقای اسکندر، خیلی ممنونم که تشریف آوردید و نقطه نظراتتون رو با ما در میان گذاشتید. من امیدوارم که در یک فرصت دیگه بازم در این رابطه با شما بتونیم صحبت بکنیم و امیدوار باشیم که این بار بتونیم پیش از هر واقعه غیر منتظری در کشورمون با ائتلاف و همکاری و اتحاد با هم ایران دیگری بسازیم. امیدوارم. خیلی متشکرم برای دعوت به این برنامه. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به اتفاق جناب احمد اسکندری در پایان این بخش از برنامه از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سربلند باشید.